بانم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 ماه عقرب سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ادامه نبردها در بالستانی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی. از دو هفته به طرف تحرکات مخالفین فقط متمرکز است روی مالستان و جاغوری. در متبقی ساعات با وجودی که تحرکات مخالفین دیده نشده ولی تعدید پا برجاست. تشریف آوری محترم دکتر آمادگی حکومت برای شرکت در نشست ژنو و انتقاد از کارنامه‌های حکومت در دو سال اخیر. محترم وایس احمد برمک وزیر امور داخله را حکومت دفاع از جان و مال مردم را وظیفه خود نمیداند، نباید مردم را به قربانگاه بفرستد و زمینه قتل عام اونا را فراهم بسازد. اطمینان فرمانده پلیس کندهار از ادامه راه جنرال رازق. آقا کارونه چکم ده دشمن مکایبیر کود پنجاب مکایبیر ولارد مراغه تگلاره ده طول پوش داغه تگلاره افغانستان تجار کرد. 530 میلیون دلار هزینه بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی برای بازسازی بند دالا. و اعدام دو تن به جرم فساد مالی از سوی حکومت ایران. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مسئولان نهادهای امنیتی میگویند که نبردها در اوروزگان و بخشهای دیگر کشور میان اقوام نیستند، اما کشورهای منطقه و هراس افغانان میکوشند تا این نبردها را قومی نشان بدهند. وزیر امور داخله میگوید که استخبارات منطقه و گروه هراس افغان با تمامی امکاناتشان میکوشند تا نیروهای دولتی را زمینگیر بسازند. از سوی دیگر وزیر دفاع ملی میگوید که نبردها در بیشتر از 10 ولایت کشور جریان دارند و سطح تهدیدها از امکانات نیروهای دولتی بلندتر است. مسعود انصار گزارش میدهد. تشریف آوری محترم دکتر در کمتر از یک هفته این دومین بار است که مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از بهره دادن اطلاعات از چگونگی اوضاع امنیتی کشور و مجلس نمایندگان فرا خوانده می شود. وزیر دفاع ملی می گوید که اکنون در ولایت های غزنی، اوروزگان، فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بادغیز، بغلان و بخش های دیگر کشور نبردها جریان دارند. صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست، توطئه ها علیه ای وطن خیلی بالاست و امکانات موجود فعلی نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست. دشمن و حامی های دشمن های مردم افغانستان و حامی های توریست ها آخرین برنامه ریزی خود کردن که باید کمر ما را بشکنن، ولی ما چی کنیم؟ بالاخره ما مجبور هستیم با همی امکانات داریم از وطن خود و از نیم خاک خود و از مردم خود دفاع کنیم. شماری از نمایندگان مجلس مسئولان نهادهای امنیتی را به ناتوانی متهم می سازند. کله چې درې سوه څلور سوه دوه سوه ځوانان په ورځ کې په شهادت باندې رسیږي او کونډې او ماشومان یې په ښار کې خیراتونه غواړي او تاسې جنازه نسئ ورسولی، آیا نوره لازمه ده چې تاسې د افغانستان په وزارت دفاع کې کښېنئ؟ که هدف و پلان اساسی حکومت فقط دفاع از مراکز دولتی و ولسوالی هاست، اگر چنین است و حکومت دفاع از جان و مال مردم را وظیفه خود نمیداند، نباید مردم را به قربانگاه بفرستد و زمینه قتل عام اونا را فراهم بسازد. وزیران دفاع و داخله تاکید می‌ورزند که از تمامی توان برای جلوگیری از تهدیدها کار می‌گیرند. وابسته به وطن خود هستیم، با منافع ملی خود هستیم، وابسته به شما هستیم، به هیچ کس دیگه وابسته نیستیم. ما شما به کرای خود وابسته هستیم و صادقانه کار میکنیم وطن. امی که رای اعتماد خود اگه بگیرینم با افتخار تمام و با احترام تمام او را لبیک میگیم. اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان همکارانشان را در مجلس به بهره برداری های شخصی از فراخواندن وزیران متهم می سازند. همه آل وزیر صاحب در چایخانه به اینا امضا دادن میره. این چی رقم به خدا ما نمیپم که مردم از خدا نمیترسه. تشکر. بیا این سری مسائل نپیچیم، اختلافات در داخل وکیلا درست نیست.
با این همه مسئولان امنیتی نمیخواهند درباره تهدیدها و فرصتها به گونه روشن در برابر رسانه ها سخن بزنند. از همین رو قرار می شود که بروز یک شنبه این مسئولان در کمیسیون ها و پشت درهای بسته اطلاعات امنیتی را در اختیار اعضای مجلس نمایندگان بگذارند. در این حال از ولایت غزنی خبر می رسد که امروز هم واحدهای از نیروهای تازه نفس از مرکز ولایت غزنی به سوی ولسوالی های جاغوری و مالستان رفتند. با این حال ولسوال مالستان در تماس تلفنی به طلوع نیوز می گوید که پیش از چاشت امروز تنها واحد از نیروهای ویژه ارتش به این ولسوالی رسیده است و جنگ ها هنوز هم در اطراف مرکز مالستان جریان دارند. در این میان وزیر دفاع ملی میپذیرد که در چندین ولسوالی غزنی تهدیدهای امنیتی وجود دارند و نیروهای دولتی برای از میان برداشتن این تهدیدها در تلاشند. تمیم حمید گزارش میدهد. با گذشت چندین شبانه روز از جنگ ها در ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی، گزارش ها از این ولسوالی ها میرسانند که در بخش های این جنگ ها هنوز هم ادامه دارند. مقام های محلی می گویند که بروز چهارشنبه واحدهای دیگر از نیروهای تازه نفس از مرکز غزنی به سوی این ولسوالی ها رفتند. از دو هفته به طرف تحرکات مخالفین فقط متمرکز است روی مالستان و جاغوری. در متبقی ساعات با وجودی که تحرکات مخالفین دیده نشده ولی تهدید پابرجاست. در همین حال ولسوال مالستان در یک تماس تلفنی به طلوع نیوز می گوید که پیش از چاشت روز چهارشنبه واحدی از نیروهای ویژه ارتش به این ولسوالی رسیده است، اما به گفته وی برای پایان یافتن کامل جنگ ها در مالستان به نیروها و ساز و برگ‌های نظامی بیشتری نیاز است. ما خواهان از این که نیروی زیادتر بیاید به خاطر اینکه دشمن در جریان چهار شبانه روز در تمام خانه ها جابجا کرده افراد محل یا مسئولین محل فرار. در همین حال در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان، شماری از نمایندگان مردم غزنی بر رسیدگی هرچی زودتر به اوضاع این ولسوالی های غزنی تاکید می‌ورزند. در جبهه جنگ هیچ گونه اقدامی از آدرس نیروهای دولتی فرستاده شده یا اعزام شده به ولسوالی جاغوری صورت نگرفته. در ولسوالی مالستان هم متاسفانه حلقه محاصره را طالبان تنگ ساخته. حکومت ما همچنانی که در سایر نهادها دچار مرض کنکاری و بوروکراسی هست، در امدادرسانی قوتهای نظامی هم ما با همین معضله و با همین مشکل روبرو بوده ایم، فرصتها را می سوزانیم. وزیر دفاع ملی نیست که برای پاسخگویی درباره چگونگی اوضاع جنگ در کشور به این نشست مجلس فراخوانده شده است، از تهدیدها در چندین ولسوالی غزنی سخن میگوید. ولسوالی مالستان، جاغوری، قره‌باغ، اندړ، مسیر شارا، طرف میدان وردک و او طرف زابل مشکلات امنیتی خود را داریم. گزارش‌ها از غزنی می‌رسانند که افزون بر مالستان و جاغوری، سه‌شنبه شب بخش‌های از حومه شهر غزنی هم گواه نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بودند. نبردهایی که گفته می‌شود در آنها هم به طالبان و هم به نیروهای دولتی تلفاتی وارد شده است. وزارت امور خارجه از آمادگی‌های حکومت برای شرکت در نشست ژنو اطمینان می‌دهد و می‌گوید که حکومت در این نشست می‌کوشد تا تعریف واحد از صلح افغانستان در میان کشورهای منطقه و جهان ایجاد کند. معین اداری به منابع وزارت امور خارجه می‌گوید که در این نشست افغانستان در بخش سیاسی می‌کوشد تا رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و منطقه را در زمینه صلح افغانستان در یک مسیر مشخص بکشاند. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان کارکردهای حکومت را در بخش‌های پیکار با فساد اداری حکومت داری خوب و نیز در ایجاد شفافیت در بخش معادن برای شرکت در نشست ژنو بسیار ناچیز می‌داند. شریف امیری گزارش می‌دهد. قرار است که تا 13 روز دیگر افغانستان در نشست ژنو عملی شدن تعهدات را که در نشست بروکسل به جامعه جهانی سپرده بود روی میز بگذارد. در این نشست افغانستان و جامعه جهانی 24 شاخص با تعهد دو جانبه یک دیگر را بررسی می کنند. از این میان تعهد حکومت افغانستان در بخش پیکار با فساد اداری، ایجاد حکومت داری خوب، برگزاری انتخابات شفاف و آوردن شفافیت در بخش معادن از مهمترین تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل به جامعه جهانی بودند. مسائلی که در 6 ماه گذشته اتفاق افتاده، یک عقبگرد در زمینه مبارزه با فساد و پیگیری پرونده های بزرگ فساد اداری و ایجاد شفافیت در سکتور معدن می‌بینیم.
راه اندازی برنامه توانمندسازی اقتصاد زنان تا نیمه های سال 2017، راه اندازی برنامه میثاق شهروندی کم از کم در 2000 روستا تا ماه دسامبر سال 2017 نیز از تعهدات دیگر حکومت افغانستان به جامعه جهانی بودند. هنوز فساد در سر تا سر ملک قوقا میکنه، ناامنی و مواد مخدر چالش بزرگ دیگر است، فقر و بیسوادی و بیکاری مسئله اصلی در کشور ماست. حکومت هیچ نوع دستاوردی در این باب نداشته و ندارد. هغه څه نړیوال غوړي په اندازه باندې نه دي رسیدلي، خو بیا هم نظر مخکې کلونو ته اوس د نړیوال لپاره ثابته شوی ده چې حکومت یا دولت د تصمیم لري چې د فساد مقابل کې مبارزه وکړي. منابعی میگویند که در روز دوم نشست ژنو، شش کشور دخیل در روند گفتگوهای صلح افغانستان پشت درهای بسته درباره صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. تعریف ما از صلح باید مشابه باشه و همی اساس رقابت ها بتانه به طرف به یک حرکت باشه و یک مسیر و ما جلوگیری کنیم از عدم هماهنگی چی در سطح منطقه و چی در داخل خود افغانستان. نشست ژنو با حضور 70 کشور و 30 سازمان جهانی قرار است به روزهای 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شود. یکی از مسائل مهم دیگری که افغانستان در نشست ژنو به آن به جامعه جهانی پاسخ خواهد داد، آمادگی ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی است. سرپرست فرماندهی پلیس کندهار اطمینان میداد که امنیت کندهار را بیشتر تامین خواهد کرد. تورن جنرال طالدین خان، برادر جنرال رازق، پس از قتل جنرال رازق، باعث سرپرست فرماندهی پلیس کندهار گماشته شده است. در نخستین حضورش در برابر رسانه ها میگوید که پای آرمان های جنرال رازق را برآورده خواهد ساخت. عبدالله چکزی در این باره گزارش فرستاده است. تورن جنرال طاعت‌الدین که پس از قتل جنرال رازق به حیث سرپرست فرماندهی کندهار کارش را آغاز کرده است، میگوید که آرمانهای جنرال رازق را دنبال خواهد کرد. آقا کارونه چه کم د دشمن مقابل کول پنجاب مقابل ولارد مر آقا تک لارد د ټول پوج د آقا تک لارد کندهار افغانستان ته در درد کو چاغه دغله د طالب د عیسی مخالف او د ایران د ورست مزران موږ مخالف. وای هوشدار میدهد که اگر طالبان بر روند صلح نپیوندند نابود خواهند شد. چاسی دغه د پنجاب ته دا کردار ادا کی د غلامی کلی ته فقاړ کی هغه ته دا خبرداري چې په هر ځای کې است ان شاء الله موږ د تی پریزان رسو ستاین د نصر بلا پر دا کردار باندې پښیمان اسما تارکت وکي ما کوم سزا وخوړ پریردیانو چې کله پنجاب فقیش کې نه خلاصي دی کله ایران فقیش کې نه خلاصي دی ځان ورسو فرق یې مچ مر ناتوانه نه. در همین حال باشندگان کندهار میگویند که کندهاریان طاعت‌الدین خان را نیز مانند جنرال رازق در کار مبارزه با هراس افغانان پشتیبانی میکنند. ای اورور دی د سره ناس ولاړ و په پروګرامو کې ورسره به امژغی و مشت تقریبا په سل پیس اتیا پیس ده هم دا اورور یم هم هغه شیان امنیت راوستی سي هم هغسې کار کولی سي دوی ته د هغه پالیسۍ معلومې چې د هغه ټولې طرزالعملونه وکړه لارې معلومې چې نو موږ هم ده ته هماغسې امید لرو لکه څنګه چې موږ جنرال لازم. جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین کندهار عصر روز 27 ماه میزان از سوی یکی از نگهبانان والی کندهار با گلوله به قتل رسید. اما چند روز پس از این رویداد رئیس جمهور با صدور حکم تورن جنرال طاعت‌الدین خان برادر جنرال رازق را به حیث سرپرست فرماندهی پلیس کندهار گماشت. شمار از نامزدان مجلس نمایندگان از افزای کوچیان میگویند که در ولایت کندهار برخی از نامزدان در همکاری با کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات دست به تقلب زدند. این نامزدان ادعا دارند که در روز انتخابات در حدود 2000 رای در صندوقهای کوچیان ریخته شده بودند، اما اکنون شمار این آرا به بیشتر از 8000 رسیده است. نامزدان معترض خواهان معرفی تقلبکاران به نهادهای عدلی و قضایی هستند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید.
ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. دو تن به جرم فساد مالی در ایران اعدام شدند. یکی از این دو تن که در سال روان با دو تن سکه طلا از سوی پلیس ایران بازداشت شده بودند، با سلطان سکه شهرت یافت. این دو تن که به جرم‌های افساد فلعرض و از راه تشکیل یک شبکه فساد در نظام اقتصادی، انجام معامله‌های غیرقانونی و قاچاق پول و سکه‌های طلا به اعدام محکوم شده بودند. وحید مظلومین 56 ساله معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی صبح روز چهارشنبه به حکم دادگاه عالی ایران اعدام شدند. این دو تن به جرم افساد و فی‌الارض به شمول قاچاق پول، معامله های غیرقانونی و تشکیل شبکه فساد در نظام اقتصادی این کشور مجرم شناخته شده بودند. وحید مظلومین 5 ماه پیش با 2 تن سکه طلا از سوی پلیس بازداشت شده بود. به گفته پلیس او میخواست تمامی سکه های طلای بازار را خریداری کند و آنها را احتکار نماید. 700 میلیارد تومان خیلی حجم پول بالاست. به هیچ عنوان نیست. محمد اسماعیل قاسمی نیز به جرم‌های هممانند از سوی دادگاه عالی ایران به اعدام محکوم شده بود. من و وحید مثلا تو میگیم دو تا شاخ بازاری از لحاظ خرید و فروش. پیش از این سارنوالی ایران گفته بود که در پرونده وحید مظلومین 18 تن دیگر نیز متهم شدند، اما درباره سرنوشت این متهمان چیزی گفته نشده است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. یک گروه از داوطلبان در استرالیا کارشان را برای زنده نگه داشتن سنگپشت‌ها آغاز کردند. آنان به این باور هستند که اگر انسان‌ها به این سنگپشت‌ها کمک نکنند، نسل آنها با خطر نابودی روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا نام جواد نصرالله، پسر حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان را در فهرست هراس افغانان جهانی گنجانیده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کار از بهر آوردن فشارهای بیشتر بر حزب الله انجام شده است که از سوی ایران پشتیبانی می شود. نام حزب الله لبنان برای نخستین بار 21 سال پیش در فهرست گروه‌های هراس افغان کاخ سفید جا گرفته بود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی برای بازسازی و توسعه بند داله 530 میلیون دلار هزینه می کند. مسئولان بانک توسعه آسیایی می گویند که طراحی این پروژه جریان دارد و قرار است تا یک ماه دیگر این دبند تکمیل شود. روحالا آرمان در این باره گزارش تهیه کرده است. بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی به هدف بازسازی و افزایش ظرفیت آب در بند دهله کندهار پروژه توسعه این بند را روی دست گرفتند. بر بنیاد آمارهای بانک توسعه آسیایی این پروژه در 3 بخش افزایش ظرفیت کاسه بند، توسعه شبکه آبیاری آن و افزایش تولید برق بند دهله عملی می شود و این کار 4 سال را در بر خواهد گرفت. کندهار یک شهر مهم در جنوب است. شبکه آبرسانی این شهر بسیار خراب است. فراهم ساختن آب برای آبیاری کشتزارها بسیار مهم است. من فکر می کنم که این پروژه از دید همگانی بودنش برای کندهار بسیار مهم است. موضوع دیگر این که از این بند تنها برای یک هدف، یعنی آب برای کشاورزی استفاده می شد. اما اکنون ما استفاده چند مورده از بندها سخن می گوییم. آبی که در بند ذخیره می شود می تواند برای آبیاری، تامین آب آشامیدنی و تولید برق آبی استفاده شود. در همین حال شمار از آگاهان امور اقتصادی می گویند که کمبود آب آشامیدنی و نبود آب کافی برای کشاورزی و باغداری در این ولایت از چالش های بزرگ در برابر باشندگان کندهار است و بازسازی و توسعه بند دهله بخش بزرگی از این چالش ها را از میان خواهد برداشت. اگر بالای بندهای داخلی سرمایه‌گذاری صورت بگیره، واقعا هم از یک طرف جای کار به مردم ایجاد میشه و از دیگر طرف برق با ما ارزان تمام میشه و برق داخلی خود ما میباشد.
بر بنیاد اطلاعات بانک توسعه سوئی با بهره‌برداری از پروژه بازسازی بند دهلی کندهار، ظرفیت ذخیره‌گاه این بند از 298 میلیون متر مکعب به 798 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت که با این کار در حدود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری می شود و نیز ظرفیت تولید برق این بند به 24 مگاوات افزایش می یابد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 15 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1035 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 563 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان می‌کند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور روزانه دو بار تمرین میکنند تا برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده شوند. این بازیکنان با تاکید بر بلند بودن سطح این رقابت‌ها از آمادگیشان برای رویارویی با حریفانشان سخن میگویند. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا از اول ماه دسامبر سال روان میلادی با حضور 6 تیم از مرکز آسیا به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها افغانستان در گروه الف با تیم‌های ایران و ترکمنستان هم گروه است. ملی‌پوشان فوتبال 17 سال کشور روز گذشته آخرین بازی مرحله گروهی خود را نیز برنده شدند. تیم ملی 17 سال کشور چهارمین و آخرین بازی مرحله گروهی خود را با نتیجه 4-0 مقابل تیم نورندا و ودلای هند برنده شد و راهی دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی سوبراتوی کشور هند شدند. در این دیدار برای ملی‌پوشان 17 سال کشور فرشید توانست هتریک کند و دیگر گل این بازی را فیصل به ثمر رسانید تا ملی‌پوشان 17 سال فوتبال کشور با اقتدار و بدون شکست مرحله بعد این رقابت ها شوند. سرمربی پیشین چلسی در مصاحبه اخیرش به نو عنوان کرده که پیشنهاد رئال مادرید را صبر کرده و آماده است برای دریافت پیشنهاد مناسب تا تابستان صبر کند و سپس کار بعدیش را برگزیند. کوانته در این باره میگوید به خاطر سبک کاری و شکل مربیگریم ترجیح میدادم و هنوز هم میدهم که تا تابستان صبر کنم و بعد برای حضور در کار جدید آمده شوم. ما هیچ وقت نمیتوان با اطمینان درباره آینده حرف زد. شاید 2 یا 3 ماه دیگر انگیزه برای بازگشت به دنیای مربیگری دوباره بازگردد و خلاف آنچه که گفتم عمل کند. مهاجم میلان 2 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. کمیته انضباطی سری ا اعلام کرده که گونزالو هگوین به مدت 2 جلسه از همراهی میلان محروم شده است. هگوین در دقایق پایانی بازی میلان مقابل یوونتوس پس از دریافت کارت زرد از سوی داور به شدت به تصمیم داور اعتراض کرد و در نهایت با کارت زرد دوم خودش مواجه شد. هگوین که پس از اخراج کنترل رفتار خودش را از دست داد با کمک همبازیان و بازیکنان یوونتوس از زمین خارج شد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس و شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.